به هر حال الان یک جنگی وجود داره بین رژیم که میخواد با اعمال سرکوب دانشگاه رو ببنده و محیطش رو مرعوب بکنه و دانشجویان که دارن در برابرش مقاومت میکنه. فکر میکنی که راه حل واقعی که در برابر دانشگاه و جامعه علمی وجود داره در برابر این کاری که رژیم داره میکنه چی هست؟ ما سرفصل های مختلفی رو تو دانشگاه داشتیم و ازش عبور کردیم. به طور واقعی در این شرایط که قرار گرفتیم، راه حل واقعی حرکت های سازمان یافته، مبارزه سازمان یافته و به طور مشخص قهرامیزه. هفته گذشته سالگرد درگذشت دکتر محمد ملکی بود. دکتر محمد ملکی یکی از جملات ماندگارش که قابل توجه است و به این شرایط ما خیلی میخوره این بود، گفتن که بر اساس اصول حقوق بشر وقتی همه راه‌های مسالمت‌آمیز به جایی نرسید، ملت‌ها حق دارند هر طور می‌خواهند عمل کنند. نکنید رژیم با فضایی که ایجاد کرده، با سرکوبی که ایجاد کرده، خب دیگه هیچ راهی وجود نداره برای حرکت‌ها و تجمعات اعتراضی. دوران تجمعات اعتراضی و حرکت‌های اعتراضی طبق تجربه‌ای که از قیام گذشته داشتیم دیگه به پایان رسیده. امکان با این تجمعات امکان بازگشت به آزادی‌هایی که قبلاً در گذشته در دانشگاه‌ها بود وجود نداره. مثال این رو میشه در صحنه قیام سال گذشته دید. با خشونت پرهیزی نمیشه در مقابل یک نظام دیکتاتوری به آزادی هایی که میخوایم برای کشورمون، برای ایران برسیم. آزادی دیکتاتوری که با چوب و چماق و سلاح داره به سمت مردم حمله میکنه و اونا رو در واقع میکشه وسط خیابون. دقیقاً. این درست مثل مثال تاریخی که در 15 خرداد 42 داشتیم که گورستان رفرمیست بود و بعد از اون دیگه حرکت های رفرمیستی دیگه امکان پذیر نبود. در قیام 1401 هم قیام‌های خودجوش و اعتراضات عمومی و از اون طرف نقش کانون‌های شورشی و قیام‌های سازمان یافته عملکردش و تأثیرش و درستیش برای همه روشن شد. روشن شد که از طرفی این اعتراضات خودجوش و تجمعات عمومی دورش تموم شده و از این به بعد این حرکت‌های سازمان یافته و کانون‌های شورشی هستن که میتونن مسیر رو باز کنن. این قانون رو این یک قانونه. این توجه کنید توی جامعه رو از دانشگاه نمیشه جدا کرد. طبعا جامعه بخشی از بله. دانشگاه بخشی از جامعه است. در رابطه با مبارزه با دیکتاتور، دانشگاه و جامعه مشمول یک قانون میشن. یک قانون جدا از هم ندارن. در جامعه‌ای که دیکتاتور با سلاح به سمت مردم شلیک میکنه، سرکوب حداکثری اعمال میکنه و اجازه هیچ تحسن و اعتراضی نیست، تنها راه همینه، تنها راه مبارزه سازمان یافته است. لذا دانشجویان هم لاجرم برای پیشبرد اعتراضات و مبارزات خودشون نیاز دارن تکیه کنن به یک نیروی سازمان یافته، با یک سازمان یافتگی در مشی مبارزه قهرآمیز حرکت کنن، مثل تکیه به نیروهای سازمان یافته و انقلابی، مثل مجاهدین، مثل فدایی ها که در سال 58 سالهای قبل از انقلاب وجود داشتن. اگر مثال تاریخیشو الان بزنم، اگر ما تحولات و رخدادهای قبل از انقلاب 57 رو مرور کنیم، در اون دوران هم ساواک و گارد و نظام شاه، نظام دیکتاتور شاه سرکوب وحشیانه روی دانشگاه ها اعمال کرد. لذا امکان هیچ فعالیت و تجمع و اعتراضی وجود نداشت. دانشجویان به این نتیجه رسیدن که پیشبرد مبارزه نیاز به یک نیروی سازمان یافته و یک پشتوانه قوی، یک سازمان و نیروی سازمان یافته داره. حالا در این مقطع که طبعا ما با شرایط خیلی حادتری مواجه هستیم با این رژیم، اهمیت سازمان یافتگی و داشتن یک مشی سازمان یافته و قهرآمیز الزام بیشتری پیدا میکنه. این چیزی نیست که ما کشف کرده باشیم یا ما ساخته باشیم. نکنید رژیم با این چیزی که اعمال میکنه، با سرکوبی که اعمال میکنه، اینو به ما تحمیل. هنر ما اینه که این قانون رو درک کنیم، فهم کنیم و با اون خودمون رو منطبق کنیم تا به نتیجه برسیم.